من فرهاد هستم. وقتی مرا توی قبر می‌گذاشتند آنجا نبودم. مثل همیشه دیر رسیده بودم. جنازه را خاک کرده بودند و من هنوز توی راه بودم. آن روز جاده حراز غلیظ شده بود و ماشین‌ها به کندی حرکت می‌کردند. جاده کش آمده بود. خاکستر هوا جلوی ماشین پاشیده بود و چند متر جلوتر را کاملا گنگ و محو کرده بود. نزدیکی های جنگل آمون ماشین پشت باران حرکت کرد. کناره های جاده خفه بود. بوی دشت زیر گلولای دفع شده بود و رگبار باران مهلت نفس کشیدن به آن را نمی داد. تا دور دست ها هوا عنق بود و مه زده. از عوارضی که گذشتیم بابل به داد ما رسید. مه را کنار زد و چتر روی سر ما گذاشت. با سرعت از شهر رد شدیم. باران شهر را کچل کرده بود و همه جا برق می‌زد. از شیروانی‌ها گرفته تا آسفالت خیابان. زیر تاقی‌ها چند نفر کاشته شده بودند و به ما که از تهران می‌آمدیم وق می‌زدند. یک راست رفتم گاوزن محله. آسمانش دلگیر بود. سردرگم باریدن و نباریدن. وسط تپه‌ها گیر کرده بود. زیر نور کمرمق عصر نفس باغ پرتقال و لیمو گرفته بود. گرفته بود و کبود می‌زد. رودخانه گلالود و قبرستان ده زیر عشق تر بود. دو نفر زیر بال مادرم را گرفته بودند و از درش بیرون می آوردند. کمر مادر زیر غم مکس کرده بود. پدر کنار قبر ایستاده بود و حسرت نگاهش را در طول و عرض آن حرکت می داد. آنقدر دیر رسیدم که هیچ کس متوجه آمدنم نشد. در اینجا جنازه روی زمین نمی ماند. نزدیک قبرستان که شد دهان قبرستان آن را می بلعد و توی خودش دفن می کند. هیچ مرده ای از آنجا بر نمی گردد. دهان تشنه آنجا بدون لا اله الا الله هم ما را می پذیرند. من همین که رسیدم دفن شدم. باران و شیون مادر هم جلوگیر نبود. باران شدید بود و توی سر زمین می زد. قبر پر آب شد. سری نایلون روی آن حایل کردند و به سرعت آب را خالی کردند و ما را چپاندن آن تو. از وحشت باران تند سنگ لحد روی سر ما کشیدند. درزها را گل گرفتند و تا صورت زمین بالا آوردند. نایلون را دلا روی قبر پن کردند و چهار طرفش را بلوک قرار دادند. وقتی بالای قبر رسیدم باران بند آمده بود و مرگ زیر نایلون شفاف دیده می شد. اکثر کارم برادرم حضور داره. این برادرم 16 سال فلج بود مشتبه. برای همین خیلی رو من تأثیر گذاشته. خیلی میاد تو کارام. یه جوری من خودم تو جای اون قرار میگیرم. این خیلی تو کارام میاد. خیلی تو ناخودآگاه من تأثیر گذاشته. یه آدم ها رو اینجوری دیدم و کار کردم اینا. با این رویه هنری و این حرفا چیز عجیبیه. ولی اینا دیگه فقط احساسی نیست. میدونی؟ نمیخوام تو اون لول احساسی قرار بگیره. فقط یه کیسه. با این اتفاق با این کیس من میتونم خودم و افکار خودم خوب توضیح بدم. این هم یه کار دیگه.